عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. نواده من کاندید نمایندگی شورای شهر نیوکرج شده. دنبال یه نفر میگردم آمار رقباشو بگیره. آهان، از من میخوای کمک کنم انتخابات کثیف برگزار شه؟ خب از اول بگویید. ما یه سری مدارکی ازتون داریم که شاید لازم باشه شما از انتخابات انصراف بدید. بالاخره لو رفت. گند پولشویی خواهر جانت در اومد. راحت شدی؟ همین الان بلند میشی میری ستاد انتخاباتی، برمیگردی میگی معاونت کل تبلیغات میدانی که دنبالش میگشتین منم. بشتابید به سوی بهترین انتخاب. مهم دیده شدنه، حالا به هر قیمتی. آقا جون، شما مطمئنی اینا توجیه هم برای چه کاری اینجا آمدن؟ چرا ستاد انتخاباتی من شدیه خسپارتیه؟ چه جالب، سخت نگه لونا جون، همه در حین انجام وظیفه‌شون هستن، دارن کارشون انجام میدن. من طی دو سال آینده شهرک نیوکرج رو تبدیل به یکی از بزرگترین کلان شهرهای مریخ میکنم. دوستان این پرسش رو دارن که شما قولهایی که در مورد حقوق مردان داده بودین چی شد؟ من جزو طرفدارهای پروپا قرص حقوق آقایون هستم. غریبه که بینمون نیست، دوتا خانه‌دار طبقه متوسطی، نه سمتی داری نه پست، هیچی نیستیم. فعلا که تو نظرسنجی اولیه شما درصد انتخابت 0% شده، یعنی اون یه دونه رأی که به خودش میتونسته بده اونم حساب نکرد. اونجا که من عصبانی بودم تو همچین خون سرد و ملایم وایساده بودی، یه شوخی هم کردی که میخوای بری سر کار، خیلی بهت افتخار کردم. بله من همیشه آدم خون سرد و ملایمی هستم، ولی در مورد کار کردن اصلا شوخی نکردم، خیلی جدی و راست. بفرمایید نوبتتون شد، صداتون میکنم. به به، دکتر زیبایی من خیلی ازت راضیم. من همیشه گفتم منشی فقط وقت نمیده. بله بله، یه لحظه. بله خودش اینجاست. کی؟ تابلو نکنم بانو لونا. کی بود؟ بانو لونا بود؟ برای چی با مشتری اینقدر ویر میزنیم؟ بله اینا مشتری هن، کیس ازدواج که نیستن. اصلا کلات کو، اخراج اخراج بس نکن اخراج. برنگر سمت من،
اینو بذار آروم تو جیبت. من افلاطون نیو ژوژول باز نمیکنم. افلاطون نیو ژوژول کاندیدای انتخابات شورای شهرم. به من رای بدین، قول میدم پیش خودمون بمونه رای شما. خب چه قررش مخملی، وای عاشق خشخش صدات شد. من رایمو دارم دیگه. آره به من رای بدین. چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ چی این تو دلبرایی زمینی؟ اصلا زبون و نژاد حالیش نیستش که. یک قدم به دو رقمی شدن آرامو نزدیکتر شدیم. مطمئنی؟ چون این خیلی بدقرش که تنوره کشید. تنوره ای؟ ندیدی با چه صلابتی انگشت موفقیت رو نشونمون داد؟ اینا ترتیب انگشتشون با ما فرق میکنه. مرد شاغل جمع آقا اسی، اومدی شیرینی کار جدید رو بدی؟ خیر، اخراج شدم همین الان. لونا یواشکی زنگ زد به دکتر چومبه، گفت من اخراج کنم. بچه من از امروز به بعد تمام قد تو تیم شما. من میدونستم این نمیذاره تو کار کنی. اینا ما رو فقط برای توی آشپزخونه میخوان. این چیزیه که من علیهش به پا خواستم. یه اتحاد مردونه. اتحاد مردونه. 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 بگو بهش. چهار تا دونه که دادیم، دو تا دیگه هم که بدیم دیگه کمر کار شکسته، میریم برای استراحت. چرا اینقدر کم؟ بابا اجازه شرکت در انتخاباتو بهمون دادن، اجازه تبلیغاتم بدن. یو پس فردا میخوای ستادم بزنی؟ یواشکی اینجوری که تو اصلا برنده نمیشی که. برنده رو خوب اومدی. هدف ما از این انتخابات یک باخت آبرومندانه است و یک قدم از این هدف عقب نمی نشینیم. نمی نشینیم. بله. بزنش کسو بزن. باخت. دوست بده باخت. بریم شکست کردن. بریم. افلاطون نیو ژوژول. چرا خوب تبلیغ کردم برام. آفرین. ای وای کی اینا رو چسبوده اینجا؟ چرا میکنی؟ حمایت کردی دیگه. حمایت چی بابا؟ دیگه باخت آبرومندانه که دیگه حمایت نداره. میاد جلوی چشم بعد جلو تبلیغش هم میگیرن. ما رأیامون دو رقمی بشه کار خودمون رو کردیم. فقط باید بگردیم بی شرفی که داره به صورت ناشناس برای من تبلیغ میکنه پیداش کنیم. به صورت آزمون و خطا پیداش میکنیم. اسی بیا بکش. به تو هم یه ذره بکش دیگه. همش من نمیتونم بکشم که. من الان بکشم به سمت جلو یا به سمت شما؟ آبا به سمت جلو که هلدن و بکشی عقب مو میشه کشیدن. برو عقب. بابا چقدر همه چی پیچیده شده. بذاریم اصلا همینطور میخوام بمونم. یعنی چی نمیتونی تا ابد بمونی که؟ 60% گلدونای خونه رو چسبوندی به خودت. بذار بکش ببینم. بابا میدونی چی شد؟ با یکی از دوستام صحبت کردم، گفت یه چند روز صبر کن یا خودش جذب میشه یا بالاخره دفع میشه. سنگ کلی است مگه؟ بکش ببینم. بکش زور بزنه ها. بکش. لعنت به زندگی. وای خوب گلبرگه بیرون این شکلیه. کلن 24 ساعت اون تو نبودی. چی میگی؟ هر راست میگم. اصلا 24 ساعته هیچی نخور. من پاشم برم میذارم غذا خورم. اوه چقدر سخت شده. به اون تو عادت کرده بودم. آخه چقدر خسته شدیم. خیلی امروز کارمون زیاد بود. چطوری هستی؟ چرا اینجوری می‌کنی؟ من همش امروز دارم ضربه می‌خورم. لباس فضایت کلونا یه سفینه تا اینجوری که نمی‌پوشن. یه قدم راست دیگه آقا جون. تو چرا سر کار نرفتی اسی؟ دکتر چومبه لیاقت من نداشت منو اخراج کرد. نه شیطونه میگی برم شتکش کنم. شاید خوب کار نکردی چون میدونی که بعضی ها واسه کار بیرون ساخته نشدن. خیلی حیف شد آقا جون. من رو شاغل بودن تو داشتم مانور میدادم. خیلی احسی حالا قصه نخوری. سلام
لونا کلمه تو گلون در آوردم بهم افتخار میکنی نه؟ معلومه که بهت افتخار میکنم. اصلا مادر پدر رو بچه بزرگ میکنن با امیدی که روزی از گلتون در آمدنشون رو ببینن. خیلی خوب بچه خودتون رو جمع کنید که باید یه دونه فیلم تبلیغاتی بسازیم. خب؟ چی؟ اسمش که روشه ولی چیه یه توضیح میدین؟ فیلم تبلیغاتی نمیدونین چیه؟ فیلم تبلیغاتی فیلمیه که شما خودتو اونجوری توش نشون میدی که مردم دوست دارن، نه اونجوری که در واقعیت هستی. به طور مثال لونا کار خونه انجام میده؟ اصلا نه آقا جون، با این همه کار بیرون. خب بله. ولی تو فیلم تبلیغاتی ما باید نشون بدیم که این کارو میکنه، چون مردم به اون چیزی رأی میدن که خودشون دوست دارن، نه اون چیزی که در واقعیت تو هستی. برای همین باید تو کار خونه به اسی کمک کنی، بچه داری کنی، خونه داری کنی و همه این کارا. آقا جون نمیشه که اینا کارهای مردونه است و کار ربات ها. بله آقا جون، اینا فقط ماسمالیت هست. ماسمالیت یعنی اینکه یه نمایشه، در واقعیت این اتفاق نمیفته. ولی ما تو فیلم اینجوری نمایش میدیم. الان هم کسی دیگه سوال کنه میذارم تو دهنش. نه سوال نمیم. ما فقط الان یه دونه بچه میخوام که باید برین از همسایه‌ها قرض کنین که لونا بهش رسیدگی کنه تو فیلم و عوضش کنه. ببخشید آقا جون، همه مردم میدونن ما بچه کوچیک نداریم. آره آقا جون، همه مردم اون چیزی رو باور میکنن که تو فیلم ما بهشون نشون میدیم. حالا بچه از کجا بیاریم؟ آفر. نه بچه که با من، چیزی که زیاده تو خانواده ایگی اینا بچه است، میرم همونجا یه دونه دست میندازم، یه دونه شونو برمیدارم میارم که کم حرف باشه، کم زرزر باشه. خیلی خوبش انتخاب. آره. فقط حواست جمع کن گاندی، خنگ بازی در نیاری، بچه مردم رو نزنی مریخ. برو سری ورده بیا. باشه باشه. بودو بگو واسه فیلم میخوای. بدون لباس نرو. بده بابا آقا جی چیکار کردی تو با این خانواده؟ ما واقعا دلیل این همه تعجب شما رو نفهمم. گفتیم برو یه بچه بیار، منم رفتم بچه آقای نیو اجدری آوردم، تازه خیلی هم ساکت. آخه کلمه بروکلیه بابا، ما چجوری اینو جلوی دوربین عوضش کنیم؟ به من میگه کلم بروکلی اون وقت. خب با من عوضش کنین دیگه. پیشنهاد وسوسه انگیزیه، ولی منظور بابات اینه که ما چجوری پوشکشو عوض کنیم نه خودشو. آره خیلی خوب، الان دیگه وقت نداریم، اون بچه رو ببر زودتر پسش بده، بیان آشپزی کنیم. آقا جون آشپزی دیگه واقعا کار ربات هاست دیگه. آره دیگه آقا جون. بهتر دیگه، بعد میگن کاندیدای ما داره حتی تو کار ربات ها هم کمک میکنه. چه جالبسی آقا جون، شما واقعا یه بار روانشناسی. بابا 400 سال عمر و تجربه دارم. آره 300 سال جوی که خواب بودین اصلا توی خوش. بابا رو حرف بزرگتر حرف نزن. بریم فیلم بگیریم. آقا تکلیف ما رو روشن کنین دیگه، کی ایشونو قراره عوض کنه؟ ببر اون بچه رو پس بده، ببر پدر مادرش نگران میشن. ببر یه بریم عمو جون. که میبینید کار در منزل آر نیست. با یک برنامه ریزی درست به همسرم کمک کردم تا یک روز استراحت نماید. بعد از کار و بچه نوبت به یک دسر خوشمزه است که در لابلای کارها درست کرد. همسر عزیزم، خیلی خوشحالم که تونستم به تو کمک کنم تا استراحت کنی. منم از حمایت و کمک شما کمال تشکر رو دارم. جای کسی مثل شما در شورای شهر بسیار بسیار خالی است. قول میدهم حتی اگر انتخاب بشوم باز به شما در کارهای منزل کمک کنم.
خوش بود. لونا جان به تبریک میگم. با این فیلم دیگه 100% نماینده میشه. خیلی تاثیرگذار میشه. آقا جون. چیش تاثیرگذار؟ اینو به نظرم باید یه برداشت دیگه حداقل بگیریم. الان آخه نیمرخ چپ هم تاثیرگذارتر نیمرخ راست هم اصلا تاثیرگذار نیست. مردشور دوتا رخ تو ببره اصلا. مگه فیلم تبلیغاتی توه؟ کی تو رو نگاه میکنه؟ منو نگاه میکنه. اصلا من یه جور فیلم گرفتم که خودت هم به زور به چشمه چه برسه به نیمروخه. تازه هم بابو گلابی هر دو نیمه بابو گلابی برای بابا تو اصلا میدونی بابو گلابی چیه؟ تأثیر فیلم رو بین برد با حرفاش فیلم رو نابود کردی نه بچه ها خب بچه ها اولین فیلم تبلیغاتی تاریخ ملی خود دیدید چطور بود؟ عالی ببین عالی کف کردیم خیلی تاثیرگذار بود تماشای بانویی که تو کارهای خونه کمک شوهرش میکنه هر مردی رو منقلب میکنه من قطعا به شما رأی میدم آقا جون گفت تو نمیخوای تو یه ذره بیشتر فکر کنی در مورد این مطلب من توصیه پذیر نیستم من فقط به فرد شایسته رأی میدم تو خودت هم کاندیدی یا مثل اینکه نمیخوای به خودت هم نمیخوای رأی بدی تو اصلا یادم رفته بود انقدر این فیلم منو تحت تاثیر قرار داده بود از خیشتن خیش غافل شده بودم فقط مرد حسابی اولین فیلم تبلیغاتی تاریخ مریخ نیمرخ راست صد دفعه بهت گفتم تو نیمرخ چپت یه آدم جنتلمن فریخته است نیمرخ راستت یه عمله بلهوس خیلی خوب خیلی خوشحالم که الان دیگه اونجوری هم نیست دیگه هست نه اجازه بدید خیلی خوشحالم که از این فیلم خوشت اومده ولی دست از سر اسی من بردارید دیگه ممنونم من این حمایت شما واقعا قوت قلبی بود به روح خسته من میدونین من استیره با تمام ضعف‌ها و خاک بر سریاش پذیرفتم قطعا به شما رای میدم پای اشتباهم و اون ثمره حماقتم گاندی میستم بله خب این عاشقانه ترین جمله توهین‌آمیز بود که تو زندگیم شد این اخلاقش کامل به مادر بزرگش رفته اونم میخواست به من جمله عاشقانه بگه میگفت هیچ کی اندازه من تو گوساله رو دوست نداره چه قشنگ دوستان ما داریم میریم نیوکرج برای ادامه کمپین تبلیغاتیمون ما هدف گذاری های بزرگی داریم تا حالا 5 رأی قطعی جمع کردیم ماشاءالله 5 تا بله. 5 تا عدد خیلی خوبیه اونم برای مرد ما بله ببین خیلی همون هم ندارم ما داریم به افقهای دوردست نگاه میکنیم هدف گذاری ما رأی های دو رقمیه زر میزنه من 5 تا رأی هم از سرم زیاده منو مسخره خواسته هم نکن بیا بریم بریم ما برفتیم نازی دو رقمی خب خوشیم بپوشیم بریم میدونه یک چرا؟ بریم تاثیر فیلم رو تو جامعه ببینیم شصف تو هم دوربینه دوشن بشه میخوام همه لحظات ثبت کنم همه لحظات بندی بابا بیا بیرون دیگه که تو دستشی بیا منم برم دیگه داره که بین شما طرفدارای عزیزم هستم ممنونم از اطمینانی که به من کردین کافیه ما از شما ممنونیم بانو که کاندید شدین به امید اینکه تابوی کار کردن تو خونه برای بانوان شکسته بشه لونا جان به تبریک میگم آروم آروم اومدی بالا و الان تو یکی از شانسای اصلی این انتخاباتی این چه حرفیه که میزنی لونا جان من شانس اصلی هستن تو انتخابات لونا بانو فیلم تبلیغاتیتون محشر بود با همون فیلم 94% شانس دارید شما اون 6% هم البته به خاطر نیمرخ راست شوهر بدمکستون کم کردن وگرنه مال خودتون بود میگم که فکر نمی‌کنین یه کمی زیادی داریم به آقایون رو میدین از یه طرف کمک کردن بانوان تو کار خونه کار کردن آقایون میخوان یهو خرجی هم بدین به اونا دیگه همه چیز به اندازه و کنترل شده است بانو لانا بعید میم تو این رقابت رقیباتون شانسی برای پیروزی داشته باشن عزیزان انتخابات سالم نتیجهش تا آخر مشخص نیست خواهش میکنم به رقبا احترام بگذارید حالا اونا تقصیری ندارن که رقیب من شدن آقایون خواهش میکنم که گوش کنن لونا جان عزیز من
به خاطر اینکه از حقوق آقایون دفاع کنن جونشونو گذاشتن کف دستشون. خواهش میکنم جواب این فداکاری رو پای صندوقای رأی بدین. لونا لونا امید ماری، رأی همه مردای لونا امید ماری، رأی همه مردای لونا امید ماری، رأی همه مردای لونا امید ماری. کافی سوالی دارم فقط. چه سوتاب سوال داری بگو؟ لونا مگه دکتره؟ خیر. و چرا عکسش رو مطبه؟ ادامه بدید بفرمایید. سوالتون رو بکنید. لونا جان با احترام به شما میخوام یه سوالی از آقایون بپرسم. آقایون اگه واقعا حقوق مردها برای شما مهمه و میخواین حمایت بشین، چرا به یه کاندیدای مرد رأی نمیدین؟ ما امسال یه کاندیدای مرد خیلی خوب اونجا داریم. آقای افلاطون نیوژوژول ژوژول ژوژول ژوژول. آقا کافیه، آقا کافی. ژوژول چیه؟ خدا هیچ مردی رو توی موقعیت قرار نده. من یه گوشه‌ای دارم پرمشکیمو می‌خورم. به من چی کار داری؟ من اصلا اینجوری نمیتونم. شما اعتماد به نفس نداری آقای ژوژول. شما از طرف ما مردها کاندیدا شدی، چرا نباید انتخاب بشی؟ من که عمرن به مرد رأی بدم. اینا سالها فرصت داشتن ولی جز گنگکاری کاری نکردن. آفرین، همین مونده که یه مرد بشه نماینده. دوباره ما برگردیم. در حال دمتون گرم. تپا جان شما هم تا تیپا نخوردی دیگه سکوت. همه تون دارین اشتباه میکنین. ما مردها خودمون برای حق خودمون باید بجنگیم. بجنگیم بجنگیم. خوش بابا خوش بابا خوش بابا خوش بابا خوش بابا. این داره از زیاد تستوسترون رنج میبره ها. من فقط اومدم شرکت کردم برای اینکه یه باخت آبرومند داشته باشم بدون اینکه چیزی از ارزشام کم بشه. دارم بی خودی با من جر و بحث نکن. وگرنه وگرنه چی؟ چی؟ دنبال چی میگردین؟ جملم تش باز بود. وگرنه خب عزیزان در این حین از شعارهای حمایتی از بانو لونا غافل نشن. بفرمایید لونا 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 لونا. دوستان عزیز لونا دوستان عزیز دوستان دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه تصمیم عجولانه ای بگیرید ازتون دعوت میکنم به ستاد انتخاباتی همسر بنده تشریف بیارید و با برنامه های ایشون آشنا بشید. من پروانه نیوفیازی علاوه بر حقوق آقایان از درگه های بین سیاره ای نیز حمایت ویژه خواهم کرد. همچنین همه شما دعوتید به صرف نهار زمینی و قلیون در ستاد انتخاباتی من. بفرمایید. پروانه 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 پروانه. کجا میری؟ کجا؟ بانجی مرتی که مگه قرار نبود شما بکشین کنار ها؟ اینجا چی کار میکنین؟ پشیمون شدیم به همین راحتی. خیلی پشیمون شدیم. خود کردین؟ آره ما رو نبودن شما داشتیم حساب میکردیم. خوش بابا خوش 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 نکنیم بابا نکنیم. کافیه؟ زشته؟ تو ملعه آم اونقدر خوشونت؟ یه ذره خویشتندار باشید گفتگو کنید با ما. از شما آتو داریم، از خواهرتون، برادرتون، مادرتون. آره ما از شما آتو داریم. دیشب رباتتون رو هک کردیم. تمام پشت صحنه گندکاری های لونا بانو رو تو فیلم پشت صحنه تبلیغاتیتون در آوردیم. چه بلوف ساده لوحانه ای. نمیدونستی بدون من مجهز به پیشرفته ترین سیستم امنیتی دنیا که بدون اتصال مستقیم و نزدیک غیر قابل نفوذ. خودتو به اون رو نزن. اتفاقا ما دیشب ارتباط مستقیم برقرار کردیم، اونم از طریق سیم. اتفاقا تو عجله اون سیم پشتتن جامون. چی اون پشتت؟ شصت. میگم من دیشب چرا موقع خواب یکم اذیت بودم؟ یکم اذیت بودی؟ این حالا تو دست هم اذیتم. 5 دقیقه طول میکشه بهت واسه چی نفهمیدی؟ هیچی، ربات تعریفی در اومد. من شخصا خودت دیگه انقدر شوخی میکنی با هم دیگه. من حساسیت و سنسورم آورم رو دو. اینو بس کردم من نفهمیدم. اصلا من دیگه تو این خونه پیدر بگر نمیام. اینو من تو خونه به این گندگی صداشم در نمیاد. من کوتاه نمیام. نهایتش اینه که از مریخ بندها عذرخواهی میکنم. تمام. اما شما دوتا هم جرماتون کم نیست. ما یه سری اطلاعات هم از آقای ناصر پیدا کردیم، ذخیره شده بود. میدونی چیه؟ رقیب نمک انتخاباته.
اصلا انتخاباتی که رقیب نداشته باشه بی نمکه. اصلا آدم پیشرفت نمیکنه توش، رقیب باعث پیشرفت آدم میشه. من ورود شما رو به این انتخابات تبریک میگم، امیدوارم که موفق باشی. سول بهتر از جنگ. موفق باشی. موفق باشی. همتون موفق باشی. هی ما مگه اینجا به شما نهار دادن؟ نه. خب اینا دارن نهار میدن دیگه، بریم. بفرمایید. همیشه رقیب باعث رشد آدم میشه. شسته ها پروانوش اینقدر این گوشه کز نکن. بیا بیا برات چای آوردم. بیا دیگه بیا، اینقدر خودتو ناراحت نکن، حالا چیزی نشده. بیا اون نتایج نظرسنجی رو دانلود کن دیگه. آره دانلود کنم، چیزی نشده. به چه دلخوشی دانلود کنم؟ من دیگه مهره سوختم، همه اطلاعات قضاوت و خصوصیم لو رفته، نفوذناپذیری من یه جبه برباد رفت. پیارسال هم دوستم هکت کرد اطلاعات تحصیلی منو که لونا میخواست پاک کرد. کانتی چرا عصبانی میشی؟ دو سال گذشته دیگه. چون دو سال دنبالشون میگردم، بعدا خدمتت میرسم. بیا اصلا عقل چجوری رسید به این؟ نه عقل من که نرسید، ایگی گفت. حالا که بحثش مطرح شد، منم یه چند بار چند تا اطلاعات جزئی از شما بدون اجازه برداشتم. اسی آقا یه چند بارم پیش اومده، من رفتم تو آرده یه چرخی زدم. آقا جون تحرس کردم، خجالت بکشی. تمام اطلاعات رو میز میذاش، جاش امتر بود تو هارد این بیچاره. باید سیستم تو ارتقا بدم. 67 قصه نخور، الان دیگه همه اطلاعات هم رفته. الان تو حالا نتایج نظرسنجی رو بده دیگه. من احمقو بگو فکر کردم به خاطر خودم داره من ناز میکنه، من به خاطر خودم دوست نه. نگو فقط به خاطر اطلاعات. بیا این یه ذره اطلاعات هم من 43% شانس دارم، پروانم 42%، بانو ویروس 10%، بانو نیماجرانی 5%. من شانسم زیاده. پس با یه محاسبه سرانگشتی میشه بودم 56.5%. نیم درصد از کجا آوردی؟ خب اینجوری که جمعش شد 100%، که پس این عفیه بدبخش چی شد درصدش؟ خب حتما زیر 0.5% بوده دیگه، گردش کردم به 0 رسوندن. گردش کرده. ببین الان رقابت تو و پروانه خیلی سخت شده، داری شونه به شونه هم دیگه میری. اصلا درست نیست که یکی از شما باید حتما انتخاب بشه. اصلا ما بریم صحبت کنیم بگیم سهمیه زمینی رو افزایش بدن، یعنی چی؟ من هر طور شده شکستش میدم. زمین که با اون دروغگاه گنده گندش برگشتی گفته واسه همه فامیلای اهالی نیوکرش که تو کرات دیگه زندگی میکنن اقامت میگیره. یا اون سفینه خطی مریخ آمال، اون که دیگه شاهکار بود. چه مزخرفاتی به خورده این مردم میدن. ولی شما هم گفتین دریا میارم تو نیوکرش، بعد گفتین نیوکرش رو تبدیل به پایتخت بکنم. خوشت بابا، همش تقصیر این نیمروخ سمت راست توه. اگه این نیمروخ سمت راست تو نبود، فاصله من بیشتر از 1% بود. اصلا نیمروخ چپ من. خوشت. حالا هر وری لونا جون هم هر چی گفته وعده داده آه. که تو دستبندی چاخانا قرار میگیره، ولی اون زنی که همه رو دروغ گفته. ای بابا چاخان که خودش تو دستبندی تخفیفه، این وعده چی این وسط؟ بابا من نمیدونم وسط انتخابات برای چی اینا تو گلدون من در آوردم. آیا اگه این توی گلدون بود برای خودش و ما راحت‌تر نبود؟ سر مریخ من. آقا یورو تا حساب مکس کن. آقا یادتون باشه این آخرین فرصت برای داشتن یک نماینده مرد در شورای شهره. از حق خودتون کوتاه نیایید. رأی ما جون چه تنگه. بله عروس قشنگه. بله بادا بادا مبارک بادا. آخ چون صف صف چیه بابا؟ ما کاندید اصلی شهر با امونه، برندستیشون. ما که نباید تو صف باشی. بفرمایید. لونا اجازه بدید بانو، من اولین شخص تو خانواده باشم که رأیم رو با احترام به شما اهدا کنم. بود سریمی هی عروس آقا،
مکست برای چیه؟ ببین این رای پنهان میمونه دیگه. آره بابا پنهان رو بنویس. افلاطون جوش. به افلاطون رای دادی؟ سه تا مکس پیشم انجازی بود. خب نوبتی هم باشه، نوبت توه گاندی. گاندی ببینم چیکار می‌کنی. پشت و وظیفتو در قبال مادرت انجام بده. برو. دیوونه است. مادرم که اینجاست، واسه چی باید برم اون پشت وظیفه‌مو در قبالش انجام بدم؟ رأی گیریو دارم میگم. رأی بدی. اسم مامانت دیگه بلدی ها؟ آره آره. خیالتون راحت باشه. مثل همیشه سربلندتون میکنم. میرم رأیمو بگیرم و میام. بودو. رأیشو بگیره به چی؟ بعضی وقتا به این فکر میکنم که اینو با یه طول آمی بفز کنم یه چیزی هم سرش بدم. واقعا شما به این فکر کردین؟ فکر من کردی؟ اصلا اقدام کردم نه. چند بار متاسفانه این آمیبا خیلی دندون گلدن رأیمو گرفتم و برگشتم. ابله باید بنزی اون تو. بودو عجب این بچه خنگه. خب دیگه نوبت منه که برم به رای بدم. لونا جان اینو بدون که همیشه حمایت منو در کنار خودت داری. ای کاش شما کاندید شده بودی. رای من فقط خودت. یه مجبورم. خب دوستان عزیزم بسیار ممنونم از همراهی و همکاری شما عزیزان در این انتخابات که باعث شد اینقدر با شکوه برگزار بشه. طی چند روز آینده نتیجه آرا مشخص میشه و ما جشن بزرگی به مناسبت پیروزی لونای عزیزم در همین میدان بزرگ نیوکرج برگزار خواهیم کرد، البته با حضور همه شما عزیزان. تموم شد؟ بله. تشریف ببرید اون بر. شمارش آرا به پایان رسید. سرهنگ الان تشریف میارن. آرا رو اعلام کن. چی شد؟ خب دوستان نتایج انتخابات شورای شهر نیوکرج به این صورته. یه لحظه هستیم ببینم نتیجه معلوم شد؟ شمردیم؟ بله دیگه شمردیم تموم شد. یعنی چی بابا؟ چرا مزه همه چی رو از بین میبرین؟ پس تعطیلی مدارس واسه شمارش آرا چی میشه؟ تمدید فرصت شمارش آرا چی پس؟ استرس بینش؟ همه چی گند زدین توش و همچنین زرتی تموم شد رفت؟ وقت شما به پایان رسید. روال کار تو مریخ همینه. خب بعد از شمارش آرا کسی که با بیش از نصف نورانی و اکبری اعلام نشده که هنوز اعلام نشده کسی که با بیش از نصف آرا به عنوان نماینده میان دوره شورای شهر نیوکرج انتخاب شده کسی نیست جز نورانی و اکبری. ایشون اعلام میکنه افلاطونی و جوجول. ببخشید من شوخیتون رو نگرفتم. چه وقت شوخیه الان؟ منم نمیگیرم. شوخی با انتخابات اونم تو حوزه استفاضیه. من ما من منو شما ندونید. باورم نمیشه آخه کدوم ابلهی به یه مرد رأی میده. همون امکان نداره. این چه ننگیه؟ عزیزم واقعا من نمیدونم چی بگم. حتما تقلب شده. رأی من کو؟ آقا حتما اشتباهی شده. من تقاضای بازشماری آرا رو دارم. دقیقاً بازشماری آرا. بازشماری انجام شد. صحت انتخابات تایید شد. تموم شد و رفت. تو مطمئنی عزیزم؟ بله. عموم شد. من که میگم مثل همیشه بازم اشتباه شده. من عذرخواهی میکنم و شانس اول شمارش بانوی بنده بوده. من نبودم درست. بانوی شما کلن یه دونه رأی آوردن. آرای باطله تعدادش بیشتر از آرای بانوی شما بود. امکان نداره. من خودم به خودم رأی دادم. با رأی شوهرم آره دیگه خودت به خودت رأی دادی. منم رأی دادم. من رأی دادم. من اگه داده باشه
تبریک میگم، تو موفق شدی و از الان وارد یک مبارزه بزرگ شدی. دکتر تبریک چی میگی؟ این حتما یه دستیسه است، حتما کار اونیه که برای من تبلیغ میکنه سر خود. آخه من چه ایزام تریب شما ها فروختم؟ رفیعه خودتو نزن، بیا بالا از برنامهات بگو. من باخت شرافتمندانه بودم، برنامه ندارم. من در برنامه نوشتم. آقا مشکل نداره، فدای سرت که دکتر جان برنامه نداری. مگه این هم آدم که قبل تو بودم برنامه نداشتن؟ چه گلی به سر ما زدن؟ بفهمید، خواهش میکنم. من بلد نیستم، من نمیتونم. اصلا شو من بلد نیستم، من نمیتونم. من نمیتونم. رفتی بیا، بیا بابا، بیا بابا. چرا خودتو منقبض کردی؟ منقبض کرد فهمید. اگه آمادگیشو نداره ولش کنید، مرد دیگه. بله مرد کمترم. بله نمیتونم. بذار منم فکر میکنم، فشار زیاده دکتر، نیاریم. حالا جزئیاتو ول کنیم، فعلا بریم جشن پیروزی رو برگزار بله. کنیم. بفرمایید. او به راه شیری، عفیه کل خوشگل. او به راه شیری، عفیه کل خوشگل. اونو پنیر و تافتون، خاک تو سرت افلاطون. اونو پنیر و تافتون، خاک تو سرت افلاطون. دوستان لطفاً جلوی کلانتری رو هر چه سریع‌تر خلوت کنید. دوستان جلوی کلانتری خلوت شه. بفرمایید. کلانتری بفرم دوست عزیز، تجمع نکنیم. بفرم واقعا حق شما بود بانو لورا مزن، نمیدونم چرا اینجور خوش مرتی که چی میخندی تو؟ یه دقیقه به فرصت بدین، الان عصبیه، خنده عصبی، عصبی میشم تا اینجوری میشه. من از طرف جامعه مردان از شما واقعا عذرخواهی میکنم، خیلی بد شد. من میدونی عصبانی میشم چی میشم؟ میزنم. آره امشب هم میری پیش همون دوستات میمونی، چون اون خنده عصبی و نگاه مرموز و اون نیمرخ سمت راستت رو اعصاب منه. این نیمرخ سمت چپ؟ بیا باید انتخاب داشتم. نیرو در کنارت باد. میخوام نیرو در کنار شما هم باد. امیدوارم همسرت دفعه دیگه برنده بشه. آره شما رو هم نداره. چی؟ مانده هزینه ستاد و موسیقی و پاپوش و شام و دسر. آقا ناصر پیش پرداخت و داد، گفت تصویر رو شما انجام میدید. لوک میبینی که ما اصلا حتی الان برنده هم نشدیم، وضعیت مالیمون بسیار خرابه، نمیتونیم پرداخت. دیگه مشکل خودتونه. انگار متوجه نمیشی، نمیفهمی من چی میگم. میگم پول نداریم، مثلا برو از خود ناصر بگیر. شمشیر همراهتون هست، خورده پسندازی ته حسابم هست که برای آینده پسرم گذاشته بودم. الان که دقت میکنم میبینم این گاندی که آینده ای نداره. پس با کمال میل تقدیم میکنم. بفرمایید. لباسام چی شد؟ این خدمات جدید بانکیه، برای مشتریایی که پول کافی تو حسابشون نیست. نیرو در کنارت باشه. نیرو در کنار خود. خب من باش کن. لوک بابا این شنل بده بابا. آخه این چه سیستم با اینکه منو با این سیستم کشون؟ سرحنگ زکو اغربه زلف کجت